با ما همراه باشید با ایران آزادی. آینده ای تیره برای خامنه ای، چالش های استراتژیک و ضربات پیوپی. یک سال پس از سیاست های مداخله جویانه حکومت خامنه ای در منطقه، اکنون با افزایش آشکار مشکلات داخلی، وضعیت شکننده خامنه ای در این باتلاق بیش از پیش نمایان شده است. شخصیت ها و رسانه های وابسته به حکومت نیز به چالش ها و عواقب این سیاست ها اذعان دارند و از پیامدهای نگران کننده آن سخن می گویند. این موضوع را سایت لوانت لندن در تاریخ 15 آبان ماه 1403 مورد بررسی قرار داده است. ضربات استراتژیک و پیامدهای سخت برای سیاست های خامنه ای. مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، به صراحت از ضربات استراتژیک و پیامدهای سخت این سیاست‌ها بر رژیم پرده برداشت. وی در 12 اکتبر در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: باید پذیرفت که ضربه‌هایی که مقاومت، یعنی حکومت خامنه‌ای، دریافت کرده، ضربات سخت و استراتژیک بوده است. آنچه بر سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گذشته، فقدان کوچکی نیست. محمدی همچنین پیش بینی کرد که در آینده تنش‌ها افزایش خواهد یافت و در این خصوص هشدار داد که عدم هوشیاری و شجاعت می‌تواند به شکست می‌انجامد. سفر تبلیغاتی قالیباف به بیروت. همزمان با این اظهارات، تلاش‌هایی برای تقویت روحیه نیروهای رژیم صورت گرفته است. از جمله سفر تبلیغاتی قالیباف به بیروت. خبرگزاری مشرق وابسته به سپاه این سفر را حتی در شرایط بمباران اسرائیل نماد عزم رژیم معرفی کرده و مدعی شد که قالیباف با لباس خلبانی و در هدایت پرواز پیام ویژه‌ای از سوی خامنه ای برای مقامات لبنانی برده است. این رسانه همچنین ادعاهای مبالغه آمیز دیگری از جمله شکست محاصره بیروت توسط عباس عراقچی را نیز مطرح کرد و حضور قالیباف در بیروت را تکمیل کننده پیام‌های حکومت ایران خواند. اما این ادعاها تا چه حد می‌تواند بحران‌ها و ضربات شدید بر بدنه حکومت ایران را پنهان کند؟ روز بعد از این سخنان، کارشناسان حکومتی به بررسی این وضعیت پرداخته و نگرانی خود را از پیامدهای این سیاست‌ها ابراز کردند. روزنامه حکومتی اعتماد این شرایط را برای حکومت خامنه‌ای خطرناک توصیف کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای خروج از بحران شد. این روزنامه با اشاره به احتمال درگیری‌های بیشتر با اسرائیل هشدار داد که در صورت حمله به ایران، حکومت ایران باید پاسخگو باشد و این چرخه خشونت می‌تواند به هزینه‌های سنگین منجر شود. از این رو حفظ نظام باید در اولویت قرار گیرد. گروه‌های نیابتی خامنه‌ای در حال اضمحلال. فریدون مجلسی، دیپلمات و تحلیلگر نزدیک به حکومت ولایت فقیه، نیز در مصاحبه‌ای وضعیت گروه‌های وابسته به رژیم را به وضوح در حال اضمحلال توصیف کرد. او اشاره کرد که این گروه‌ها اکنون به دنبال راه فرار یا مصالحه هستند، چرا که امید خود را به آینده از دست دادند. مجلسی همچنین به تضعیف قدرت حزب الله اشاره کرد و افزود که بسیاری از فرماندهان و نیروهای نظامی این گروه آسیب دیده یا کشته شدند و منابع نظامی آنها کاهش یافته است. مجلسی در ادامه به پیامدهای اجتماعی خطرناک ناشی از سیاست‌های تهاجمی و مداخله جویانه رژیم نیز هشدار داد و بر لزوم بازنگری در این سیاست‌ها تأکید کرد. او تأکید کرد که اگر این بحران‌ها حل نشوند، عواقب آن می‌تواند به شکاف‌ها و بحران‌های اجتماعی عمیق‌تری در داخل کشور منجر شود. در شرایطی که صدای اعتراض از درون حکومت نیز بلند شده و حتی شخصیت‌های حکومتی خواستار اصلاح سیاست‌ها و تغییر رویکرد در منطقه شده‌اند، به نظر می‌رسد که خامنه‌ای با بحرانی جدی مواجه است که می‌تواند ثبات آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.